سر خط خبرها. خروج نیروهای خارجی از افغانستان خواست مشترک امریکا و طالبان. رئیس جمهور غنی میگوید مردم افغانستان به زور تسلیم نخواهد شد. فکر افغان هیچ وقت تابع خشونت نمیشه. پرچم پایین شده افغانستان از فراز مارکت در پشاور از سوی پلیس پاکستان. در کابل مردم اعتراض دارند، سفارت افغانستان کنسولگریش در پشاور را بسته است. بی پیشینه ترین انفجار در افغانستان در داخل صنف دانشگاه غزنی. مسئولان امنیتی زنگ های خطر را نادیده گرفته. کوشش خودم خرج میتیم مشترکم با مناس غمیه نیروهای امنیت دیجا سنترالا بتانیم در آینده از این تلاش ها دیم. و انفجار در نفتکش ایرانی در 60 مایلی بندر جده. درود، با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تاکید کرده است. آقای ترامپ میگوید که پس از نزدیک شدن به 19 سال حضور آمریکا در افغانستان، حالا زمان آن است که آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. در این حال رئیس جمهور غنی میگوید که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و هرچند افغانستان با خشونت احاطه شده، اما افغان ها تابع خشونت نخواهند بود. از سوی هم شماره از دیپلمات های آمریکایی گفتگوهای فراگیر بین الافغانی را تنها راه برای پایان جنگ در افغانستان عنوان می کنند. همزمان ساحل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید که این گروه بیرون شدن نیروهای آمریکایی را از افغانستان راه حل میداند و بیرون شدن نیروها به سود مردم هر دو کشور است. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان. بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی دوره پیشش بود و در این دور نیز یکی از شعارهای اصلیش به شمار می رود. او در یکی از همایش‌های انتخاباتی تازه‌اش می گوید که در آغاز انتظار می رفت نیروهای آمریکایی برای مدت کوتاهی در افغانستان بمانند، اما حالا پس از نزدیک به دو دهه زمان خروج این نیروها از افغانستان فرا رسیده است. او تاکید می کند که امریکا مأموریتش را در افغانستان انجام داده و کسانی را که می خواست شکست بدهد شکست داده است. قرار بود برای مدت کوتاهی در افغانستان باشیم. حالا نزدیک به 19 سال می شود که آنجا هستیم. وقتی آن است که سربازان خود را به خانه بیاوریم. ما آنها را به خانه می آوریم. آنان را که می خواستیم شکست بدهیم شکست دادیم. در افغانستان اما رئیس جمهور غنی می گوید که تنها با یک صلح پایدار می شود به جنگ جاری در افغانستان نقطه پایان گذاشت. آقای غنی در جمعی از هنرمندان در کاخ ریاست جمهوری گفته که قانون اساسی و جمهوریت مال مردم افغانستان است و خواهد ماند. خشونت ما را احاطه کرد، اما فکر افغان هیچ وقت تابع خشونت نمیشه. امروز از این خاطر جمع شدیم که یک تغییر فضا را ببینیم. یک تغییر فضا که در او هنر در مقابل جنگ، در مقابل خشونت قد علم میکنه و پاسخش ایست که جنگ رای حل نیست، صلح پایدار رای حل است. این حرف های آقای ترامپ بیش از همه اما برای طالبان دلگرم کننده است. چنانکه سخنگوی دفتر طالبان در قطر در تویترش نگاشته که بیرون شدن نیروهای آمریکایی می تواند به چالش های کنونی نقطه پایان بگذارد. سهیل شاهین گفته که بیرون شدن نیروها به سود مردم هر دو کشور است. در همین حال شماری از دیپلمات های آمریکایی که تجربه چندین سال کار در افغانستان را دارند اینجا در مرکز ویلسون می گویند تنها با آغاز گفتگوهای فراگیر بین افغانی سال و
و به اجرا گذاشتن آتش بس در چند مرحله می توان به جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشت. باید هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شود و پس از آن به یک آتش بس محدود توافق شود تا بالاخره راه برای یک آتش بس فراگیر باز شود. این یک گزینه بهتر است نسبت به این که در آغاز آتش بس به عنوان یک پیش شرط اساسی گذاشته شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که بیش از یک ماه می شود که امریکا گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف کرده و برخی کشورها از جمله روسیه و پاکستان برای آغاز دوباره آن به شدت تلاش می کنند. تلاش هایی که ظاهراً تا کنون نتیجه در پی نداشته است. رئیس فناوری کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به کارش ادامه می دهد. این در حال است که محمد کبیر پناهی روز گذشته از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی به دلیل چالش های دستگاه های بایومتریک در روز انتخابات به دادستانی کال معرفی شده بود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اما می گویند آنان هنوز از این موضوع آگاهی ندارند و آقای پناهی به کارش به عنوان رئیس فناوری کمیسیون انتخابات ادامه خواهد داد. از سوی مهندسان آلمانی که برای تصریح روند کردن اطلاعات به کابل آمدند پیشنهاد دادند که داده‌های دستگاه‌های بایومتریک مستقیماً از راه کارت حافظه دستگاه‌ها وارد سیستم می‌شود. با این حال شمار از ناظران می‌گویند این کار زمینه تقلب را فراهم می‌سازد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی روز گذشته محمد کبیر پناهی رئیس بخش فناوری معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را به دلیل وجود چالش‌ها در فهرست رای دهندگان و دستگاه‌های بایومتریک در روز رای‌دهی به دادستانی معرفی کرده بود، اما او همچنان به کارش در کمیسیون انتخابات ادامه می‌دهد. مسئولان این کمیسیون میگویند که از این موضوع آگاهی ندارند و در حال حاضر آقای پناهی به کارش در این سمت ادامه خواهد داد. دوی دلیل دا و چه بایومتریک علیه سونزه لری یعنیم پلیس که نشته یعنیم دل هست نصف شویده نومنگ ده کابل ولایت ده تاکونیز و شکایتون و کمیسیون پا اتفاق ده راو بانده په دې باندې تصمیم مونیو چې رئیس دی ایټی یا پسوک چې پارسوک چې په رهبری دی د انتخاباتو د کمیسیون دی رئیس وی هغه مو رسمن څرنولې ته معرفي کړ. هیڅ نو کوم اطلاع د مورد نه داریم او هیڅ نو تحقیق د مورد صورت نه گرفته و کاملا شخص مسئول فعلا کار خود انجام میده او پیش میبره. شماری از ناظران دسته های انتخاباتی اما از آنچه کندی در انتقال اطلاعات به سیستم خوانده می شود نگرانند. این ناظران اما از سوی با پیشنهاد دو مهندس شرکت آلمانی در ملک برای تسریع روند انتقال داده ها نیز مخالفند. مهندسان آلمانی پیشنهاد کردند که داده های دستگاه های بایومتریک با بیرون کردن کارت های حافظه آنها مستقیما به سرور انتقال یابد. اما داخل در کار کمیسیون مستقل انتخابات میخوانند و میگویند با این کار زمینه تقلب های بزرگ فراهم خواهد شد. در حضور داشت از اینا همین پروسیجر عملی شود، در صورتی که متخصصین مسلکی ما از مسئولیت از این پروسیجر اطمینان بر ما بتن که در اوجه کدام جای دیگه اطلاع درز نمی کنه یا کدام تشبس دیگه در او صورت گرفتنش ممکن نیست. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات گرچند میپذیرند که چالش ها در انتقال معلومات از دستگاه های بایومتریک به سرور مرکزی هنوز هم وجود دارد، اما از سوی میگویند که با پایان کار مهندسان آلمانی این مشکل رفع خواهد شد. یگانه مشکلی که بود مشکل در مورد انتقال اطلاعات دیوایس ها به سرور است که تا ما رسیدگی بکنیم و بعد تاریخ 27 میزان مطابق تایملاین با مردم افغانستان پیام بخش ابتدایی انتخابات داشته باشیم. تا کنون از بیش از 26,000 دستگاه بایومتریک تنها 23,000 برگه نتیجه و 5,000 اطلاعات دیگر شامل عکس، نشانی انگشت و تصویر شناسنامه های رای دهندگان به سرور انتقال داده شده است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می کنند که تا چند روز آینده تمامی اطلاعات به سرور مرکزی انتقال داده شده و نتیجه ابتدایی در زمان تعیین شده آن اعلام خواهد شد.
افغانستان در واکنش به پایین آوردن پرچم ملی کشور از ساختمان افغان مارکت از سوی پلیس پاکستان دروازه کنسولگریش را در شهر پشاور بسته است. سفارت افغانستان در اسلام آباد با نشر خبرنامه این کار پاکستان را خلاف اصول دیپلماتیک و همسایه‌داری خوب خوانده و تاکید کرده است که پلیس پاکستان دیشب برای دومین بار پرچم کشور را از این مارکت پایین آورده است. همزمان با آن شمار از باشنده‌های کشور در واکنش به این مسئله در برابر سفارت پاکستان در کابل دست به اعتراض زدند. پلیس پاکستان در دو روز گذشته دوبار پرچم افغانستان را در شهر پشاور، بار اول روز پنجشنبه ده ها پلیس این مارکت را نخست محاصره کردند و سپس پرچم افغانستان را که در فراز آن نصب بود و تابلوی مارکت را پایین آوردند. بار دوم هم دیشب بود که نظامیان پاکستانی این کارشان را تکرار کردند. حالا حکومت افغانستان در واکنش به این اقدام پاکستان، کنسولگریش را در شهر پشاور پاکستان بسته است. سفارت افغانستان در پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که پلیس پاکستان پیش از آن کانان را در جریان بگذارد، دست به چنین کار زده است. اقدامی که از دید سفارت افغانستان خلاف اصول دیپلماتیک و همسایه‌داری خوب خوانده شده است. حالا اینجا در کابل هم شمار از شهروندان کشور دست به اعتراض زدند. نزدیک سفارت پاکستان در کابل، معترضان این عمل پلیس پاکستان را اقدام تحریک‌آمیز و خلاف تعهدهای جهانی می‌دانند. همه تو که سر جایداد ما مثل که مارکت افغان است، پلیس پاکستان حمله کرده بود. بین یک روز ما شما اینجا حمله کنیم. بالاخره که شما پایین کردین، او هویت ماست. کسی که با هویت افغان ها بازی کنه، ما با زندگیشون بازی خواهیم کرد. بیرق نشان هویت یک ملت نشان می‌دهد. و ای وقتی که در یک افغان اهانت شد، در یک بیرق اهانت شد، یعنی به کشور اهانت شده است. از سوی با باز شدن 24 ساعته مرز تورخم برای کالاهای بازرگانی، روند توقف موترهای باربری کشور در دو سوی مرز افزایش یافته و رانندگان برای بررسی ساعتها منتظر میمانند. اتاق تجارت میگوید که گمرک ننگرهار در بخش بررسی کالاها ظرفیت کافی ندارد و میکانیزم جدید وزارت مالیه برای بررسی هر گونه کالا هم مشکل را بیشتر ساخته است. اموال مختلف که از دنیا میاین که از یک قلم از دو قلم زاپه باشه میگه کلش تخلیه کنیم. گمرک در ننگرهار ای ظرفیت نداره. چون مال عبور نمی کنن، موترا توقف است، مال استاد است. پاکستان میگه که ما 24 ساعت وقت دادیم، علی کار نیستن، مامورین ما با پرست هستن، همینطور ششته، ما ای را پس 12 ساعته میکنیم. افغانستان و پاکستان بیشترین داد و ستد را با هم دارند، اما به باور آگاهان بیشتر وقتها روابط سیاسی بر روابط اقتصادی کابل اسلام آباد سایه می افگند. بان هم با وجود گشایش چندین دهلیز هوایی برای صدور کالا به خارج و گشایش بندر چابهار، افغانستان هنوز مجبور است بخش زیاد از کالاهای ترانزیتیش را از بندرهای پاکستان وارد کشور کند. تحقیقات نیروهای امنیتی در مورد چگونگی انفجار ماین کارگزاری شده در صنف دانشگاه غزنی در روز سه‌شنبه همچنان ادامه دارد. پس از این رویداد گروه داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت، اما مسئولان امنیتی و مقامهای ولایت غزنی هنوز به این ادعا باور ندارند. انفجار در داخل صنف دانشگاه در افغانستان پیشینه ندارد، اما چند بار دانشجویان کابل و برخی ولایت‌های دیگر گواه انفجارهای در صحن و نزدیکی‌های دانشگاه بودند. همکارم فیصل نبید که یک روز پیش به این دانشگاه رفته بود در مورد چگونگی رویداد میگوید. با دانشگاه غزنی می رویم. یک روز پس از آن که گواه بی پیشینه ترین انفجار در افغانستان بود. پنج ساختمانی که پنج دانشکده را در خود جا داده است. اینجا داخل محوطه دانشگاه غزنی است و دانشگاه غزنی فقط همین یک دروازه ورودی داره که محصلین پس از چک و کنترل و بازرسی از همین دروازه داخل محیط دانشگاه می شوند. تا
پیش از انفجار مسئولیت بازرسی کسانی که در اینجا وارد می شدند را کارمندان ملکی دانشگاه به دوش داشتند. ساختمانی که انفجار در آن رخ داده است دورترین ساختمان از دروازه است و ریاست دانشگاه هم در همین ساختمان بوده است. اینجا ساختمان دانشکده ادبیات فارسی دری دانشگاه غزنی است و اینجا همان صنفی است که دیروز مواد انفجاری از قبل جاسوسی شده در شهی صنف منفجر شد که بر اثر انفجار دیروز در داخل همین صنف 23 تن از دانشجویان که در داخل صنف مصروف آموزش بودند در داخل صنف زخم داشتند. مسئولان امنیتی هم همزمان با ما به این دانشگاه آمدند. هرچند مسئولیت این رویداد را گروه داعش به دوش گرفته، اما مقام‌های محلی هنوز باور نمی‌کنند. ما مطمئن نیستیم که واقعا این کار داعش بوده یا طالب بوده. به هر ترتیب بر ما هر دو گروه تروریستی به شما متهم هستند. این بار اول نیست که تهاجم میکنه سر مراکز علمی، سر مراکز عبادتگاه ها، مساجد. این کارات تلاش و کوشش خود به خرج میتیم مشترکاً با کماندان سفرمیه نیروهای امنیتی که دیگه هست که بتانیم در آینده از این تلاش ها جلوگیری شود. این انفجار بر روان دانشجویان، استادان و خانواده هایشان تأثیر بسیاری گذاشته است. شماری از دانشجویان میگویند استادان حالا با دلگرمی سابق به صنف نمی آیند. موقع انفجار تیز که دیدم خیلی تاثیرناک بود، واقعا تاثیرناک بود. یک انفجار بود واقعا برای مسئله خود چه جنیس. ما مسئله سن برای از اولایت دور آمدیم. برای در خواندن آمدیم برای جنگ نمادیم که برای مثال جنگ کنیم یا کنیم. برای نمادیم خواهد. میگوزم دستین حضور داشتیم به حضور یه همچین بای ما کمرنگ بود تا استادا علاقه بایی نداشت با ما درست بیا آمو علاقه با درست نداشتی. در یک ماه گذشته سه بار زنگ خطر امنیتی در دوروبر این دانشگاه به صدا درآمد، اما نیروهای امنیتی تدابیرشان را بهتر نکردند. نزدیک به سه هفته پیش در جاده منتهی به دانشگاه موتر دانشجویان هدف ماین چسبکی قرار گرفت و پس از آن دو بار ماین کارگزاری شده، یکی در نزدیکی دروازه دانشگاه کشف و خونسا شد، دومی هم به موتر یکی از کارمندان دانشگاه نصب شده بود. اما هنوز دانشجویان برای جستن دانش با تمام تهدیدها به دانشگاه می روند. یک جوان پکتیایی به هدف نه گفتن به آنچه رسم و رواج ناپسند می داند مراسم ازدواجش را به گونه بسیار مختصر برگزار کرده است. ولی من یا غذای این مراسم چای و کیک بوده و تمام هزینه آن به گفته خود این جوان 5000 افغانی شده است. امان فرهنگ که در این مراسم اشتراک کرده می گوید این عروسی تنها از لحاظ اقتصادی متفاوت بوده و عنعنه های فرهنگی در این مراسم نشکسته بود. در گوشه ای از کابل به مراسم عروسی متفاوتی دعوت شده ایم. به جای هتل مجلل بام خانه کرایی اش را تزیین کرده است و تنها 100 نفر را دعوت کرده است، هرچند بیش از 50 نفر حضور نیافته. غذایشان هم چای و کیک. مراسم عروسی در افغانستان در هتل‌های مجلل و با هزینه‌های هنگفت برگزار می‌شود. خانه‌علی عادل امروز مراسم عروسی‌اش در خانه کرایه‌اش در بین دوستانش با هزینه بسیار کم با همین کیک و چای برگزار کرده است. خانه‌علی عادل می‌گوید با وجود تمام اختلاف‌های خانواده و اقاربش به خاطر شکستن رسم و رواج ناپسند این مراسم را چنین برگزار کرد. برادرای کلان ما شرکت نکردن، ناریزه اختی خود نشان دادن و این کار برای خود یک ننگ و یک کار شرم‌آور دانست و گفتن که اگر شما این کار انجام بتین، یعنی مراسم عروسی تان به این شیوه پیش ببرین، ما نه تنها که در مراسم عروسی تان شرکت نمی کنم بلکه رابطه خود با شما قطع می کنم. در حالی که اقاربش مخالف بودن، دوستانش او را پشتیبانی می کنند و تحفه هایشان هم چون همین عروسی است. ما می خواهیم این فرهنگ ایجاد کنیم که ما شما باید امروز همدردی کنیم، امروز شریک شویم، ولو که به پخته کردن بسیار چیز ناچیز بسیار کم، می خواهیم که امروز دوست ما امو خوشی شریک شویم.
هرچند برگزاری این مراسم به دلیل نگفتن به رسم و رواج‌های ناپسند این گونه برگزار شده است، اما دیده می شود که تنها از بعد اقتصادی متفاوت است. از بانوان در این مراسم عروسی خبری نیست. و زمانی که ما خواستیم با عضوهای خانواده داماد و عروس صحبت کنیم به ما اجازه ندادند. این عروسی در حال با هزینه 5000 افغانی برگزار می شود که هزینه یک عروسی عادی در افغانستان به طور میانگین 500000 افغانی گفته شده است. 500000 افغانی در جامعه ای که بیش از نیم آن زیر خط فقر زندگی می کنند. ولور ډیر زیاته د ولور د وجه نه ډیر خلک کړیږي اخیږي نور هیوادو ته مجبور کیږي په کچاک باندې زی هغه د مایان خوراک کیږي یا د نور د هیوادوالو د اردو له طرف وشتل کیږي. بیش از این هم شماری از جوانان و شوراها در کابل و شماری از ولایت های کشور به خاطر نگفتن بر رسم و رواج های ناپسند مراسم عروسیشان را به گونه دست جمعی برگزار کردند، اما هنوز هم رواج ها در کشور همان است که بود. در خارج از کشور، صبح امروز یک نفتکش ایران در 60 مایلی بندر جده عربستان سعودی آماج حمله قرار گرفت. دولت ایران انفجارها در نفتکشش را تایید کرده، اما در مورد علت آن تاکنون چیز نگفته و اعلام کرده کارشناسان فنی در حال بررسی علت انفجارها هستند. با گفته حکومت ایران در این انفجارها به هیچ کارمند و خدمه کشتی آسیب نرسیده است، اما آسیب جدی به دو مخزن اصلی نفتکش سبب شده که نفت آن به دریای سرخ ریزد. ایران در نخستین واکنش بدون نام بردن از کشور اعلام کرده که مسئولیت این اقدام بر عهده عوامل ماجراجو در منطقه است. این در حال است که چند هفته پیش تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان مورد حمله پهبدی و موشکی قرار گرفته بود. با شدت گرفتن جنگ میان ارتش ترکیه و کردها در خاک سوریه، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که میان ترکیه و کردها میانجیگری میکند. دونالد ترامپ میگوید کشورش داعش را به طور کامل در سوریه شکست داده و اکنون آمریکا هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد. همزمان جمهوری خواهان کنگره آمریکا افزون بر محکوم کردن این عملیات مشغول تدوین تحریم ها بر ترکیه هستند. امریکا برای توقف جنگ میان ارتش ترکیه و کردها میانجیگری میکند. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده که میانجیگری بین ترکیه و کردهای سوریه یکی از گزینه‌های دولتش است. او گفته که داعش 100% در سوریه شکست خورده و امریکا ماموریت خود را به طور کامل در این کشور انجام داده است. اما از حمله ارتش ترکیه به کردها ابراز نگرانی کرده، میگوید خوب است که دو طرف اختلاف هایشان را از طریق گفتگو حل فصل کنند. ما سه گزینه داریم: هزاران نظامی را دوباره به منطقه اعزام کنیم و به پیروزی نظامی برسیم، ترکیه را از لحاظ مالی و از طریق تحریم به شدت تحت فشار قرار دهیم، و یا برای کسب توافق بین ترکیه و کردها میانجیگری کنیم. رئیس جمهور امریکا پیشتر تهدید کرده بود اگر ترکیه در سوریه پا را فراتر از خط قرمز واشنگتن بگذارد، اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد. از سوی نمایندگان جمهوری خواه کنگره امریکا نیز گفتند مشغول تدوین تحریم ها بر ترکیه هستند. آنان اقدام دولت ترکیه در حمله نظامی به مناطق کردنشین را محکوم کردند. دیوید کلوناتو که در یک سفر اضطراری به ترکیه آمده، در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه این کشور نگرانی شدید خود را نسبت به عملیات رزمی ترکیه در برابر کردها اعلام کرد. ما در مورد عملیات جاری ترکیه در شمال سوریه صحبت کردیم. من در مورد این عملیات و خطرهای احتمالی بی‌ثباتی منطقه نگرانی عمیق خود را به ترکیه ابراز کردم. این عملیات باعث افزایش تنش و آسیب به غیر نظامیان می شود و سبب مهاجرت های بیشتر خواهد شد. در حالی که ما نگرانی مشروع ترکیه را درک می کنیم، اما از ترکیه می خواهیم که با بردباری عمل کند. داعش دشمن مشترک ماست. ما با اقدام مشترک علیه داعش این تهدید را به طور کامل از منطقه برچیدیم. دولت ترکیه تشکل نظامی کردها را با حزب کارگران کرد PKK مرتبط می دارد و نسبت به قدرت گرفتن آن در مجاورت مرز خود با سوریه نگران است. از هدفهای دیگر ترکیه ایجاد یک نوار مرزی هم در جنوب سوریه است تا بتواند بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری را که از جنگ داخلی آن کشور به ترکیه گریختند در آن اسکان دهد.
با این حال در دومین روز عملیات نظامی ارتش ترکیه بر ضد کردها، ده ها هزار کرد از خانه فرار کرده و به اطراف متواری شدند. 4 غیر نظامی هم تاکنون کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. اما ترکیه میگوید تاکنون بیش از 100 هراس افغان وابسته به PKK را کشته است. ادعاهای وجود دارد که در عملیات رزمی تلفات بر غیر نظامیان وارد شده. این کاملا نادرست است. عملیات رزمی ما محتاطانه و خیلی دقیق پیش می رود و هدفها قبل از آغاز عملیات شناسایی شدند. تاکنون هیچ تلفات بر غیر نظامیان وارد نشده و عملیات ما در آینده نیز خیلی دقیق پیش خواهد رفت. پیش از این رئیس جمهور ترکیه از عملیات نظامی ارتش این کشور علیه کردها در شمال سوریه پشتیبانی کرده و حضور ده ها هزار کرد وابسته به PKK را تهدید برای امنیت و ثبات کشور خود خوانده است. او همچنین هشدار داده که اگر کشورهای اروپایی ترکیه را به تجاوز به سوریه متهم کنند، دیگر مانع حرکت پناهجویان به اروپا نخواهد شد و نیز اجازه خواهد داد 3.5 میلیون پناهنده سوری راهی اروپا شوند. و هم تازه های ورزش امروز با ظاهر نوری. دوش برای حمایت از محیط زیست. به عنوان ورزشکار کابل صبح امروز فاصله 4 کیلومتر را در پایتخت برای حفاظت از محیط زیست دویدند. زهرا یگانه که مسئولیت برگزاری این تورنمنت را بر عهده دارد می گوید که هدف از برگزاری این رقابت نهادی نشدن فرهنگ حمایت از محیط زیست در خانواده ها و جامعه نیز است. بانوان هست که در اون خانه، در جامعه، در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشند و یک فرهنگ نهادی نبکنن. مخصوصا در اون خانواده که بتونن خانواده را و اطفال را دخیل بکنن که چگونه بتونن بانوان حامیان محیط زیست و بانوان شرایط مسئول عمل بکنن. شمار این دختران به 100 تن می‌رسد، اما آنان برای تشویق سایر بانوان و حضور آنان در ورزش نیست پیام‌هایی دارند. دیدگاه ما از این نظری است که بتونیم که مثلا بلده بانوان وقتی ورزش مسابقات ورزش برگزار میشه خیلی مفید تمام میشه تا مثلا همه بفهمند که بانوان هم میتواند که مسابقه بدهد و در سطح جهان و یا اجتماع همیشه مقام اول باشد. خواهران عزیز تقاضای ما نیست که هر چی بیشتر میتونن مثلا در ورزش و دویش چیزا علاقه خود بیشتر کنند، چون شخصا خودم من شخص پارسال دو سال پیش در همچین مسابقات فکر از محیط زیست بودم، از طرف محیط زیست بود خودم اشتراک کرده بودم، مقام دوم گرفته بودم. در پایان صابره توانست جایگاه نخست این رقابت را به خودش اختصاص دهد و پیشتاز از همه باشد. یک احساس خیلی خوب دارم طبعا و هر انسان در اون خود توانایی و اگه بخواهی همانی توانایی رو میتونه بروز بیده. این دومین بار است که خانه سبز برای حمایت از محیط زیست رقابت دوش برگزار می نماید. با رسیدن فصل سرما کم کم هوای کابل رو به آلوده شدن است. کارشناسان دلیل آلودگی هوای کابل را استفاده از مواد بیکیفیت سوختی و زغال سنگ نیز عنوان می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر و جام ملت‌های آسیا شب گذشته به مصاف عمان به میدان رفت. این بازی 3-0 به سود عمان که میزبان این رقابت نیز بود به پایان رسید. افغانستان پیش از این یک پیروزی در برابر بنگلادش در تاجکستان و یک شکست در مقابل قطر در دوحه کسب کرده بود. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش.